انحصار خط خبرها. ابتلای رئیس جمهوری آمریکا و همسرش به کرونا. ترامپ یک ماه مانده به انتخابات قرنطینه شد. درخواست زنان افغان از سازمان همکاری اسلامی حق و حقوق زنان در مذاکرات صلح با طالبان حفظ شود. چشم امید کنفرانس زیست محیطی سازمان ملل به آلاینده ترین کشور جهان. چین گفته تا سال 2060 تولید گازهای کربنی را به صفر می‌رساند. و رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه عامل نجات ایتالیا از موج دوم کرونا. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. رئیس جمهوری آمریکا تایید کرده به کووید 19 مبتلا شده. دونالد ترامپ که 74 ساله است در حساب توییترش نوشته آزمایش کرونای او و همسرش ملانیا مثبت بوده و آنها خود را قرنطینه کردند. پزشکی کاخ سفید در اطلاعیه گفته حال آقای ترامپ خوب است و فعلا می تواند وظایف خود را از قرنطینه انجام دهد. در همین حال آزمایش کرونای مایک پنس معاون رئیس جمهوری منفی اعلام شد. آقای پنس در صورت لزوم باید وظایف آقای ترامپ را عهده بگیرد. جو بایدن رقیب آقای ترامپ و رهبران چند کشور جهان برای او آرزوی سلامتی سری کردند. بهمن کلباسی خبرنگارمون در نیویورک گزارش میده. خبری که گویی ماه‌ها بود احتمال رسیدنش میرفت، ولی وقتی در نهایت رسید از بهت‌آوریان کاسته نشده بود. آقای ترامپ خود مثبت شدن نتیجه آزمایش کرونا که از او و همسرش پس از ابتلای یکی از دستیاران گرفته شده بود را بامداد جمعه در شبکه اجتماعی توییتر به اطلاع عموم رساند. نوشت روند قرنطینه و بهبود را آغاز کرده و با هم این بیماری را پشت سر خواهند گذاشت. این نخستین بار نیست که یکی از کارمندان کاخ سفید به کرونا مبتلا شده است. اما انتشار خبر مریض شدن هوپ هیکس که در حلقه نزدیکان دونالد ترامپ است، بیدرنگ سبب حدس و گمان در مورد سلامت رئیس جمهوری در عصر پنجشنبه شد. سپس آقای ترامپ تلفنی با شبکه فاکس نیوز صحبت کرد و گفت نگران مشاورش است و خودش و همسرش هم آزمایش دادند و منتظر پاسخ آن هستند. کمتر از 3 ساعت بعد بود که او گفت کرونا مثبت شده است. رسانه‌های آمریکا خبر دادند که خانم هیکس از چهارشنبه شب در مسیر بازگشت از ایالت مینیسوتا که آقای ترامپ در آن در یک گردهمایی انتخاباتی سخنرانی کرد، بدحال شده بود. این پرسش هم مطرح شده که چگونه همان صبح پنجشنبه آقای ترامپ آزمایش 15 دقیقه‌ای نداده، یا اگر داده چرا خبر نتیجه آن را تا شب مخفی نگه داشته اند. پزشک کاخ سفید گفت حال عمومی هر دو خوب است و رئیس جمهوری از قرنطینه به انجام وظایف روزانه‌اش ادامه می‌دهد. این تحول تنها 30 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری ممکن است معادلات این رقابت سیاسی را به هم بزند. نوشته یکی از سناتورهای شناخته شده دموکرات هم نشان از تأثیر این تحول دارد. کنار گذاشته شدن کوتاه مدت دعوای شدید سیاسی جاری. سناتور مورفی گفته حرف در این مورد بسیار است، ولی فعلا همه باید برای رئیس جمهوری و بانوی اول که به یک ویروس کشنده مبتلا هستند آرزوی سلامتی کنند. و در خارج از آمریکا، نخست وزیران بریتانیا و اسرائیل از رهبرانی بودند که در پی انتشار خبر در شبکه اجتماعی توییتر برای آقای ترامپ و همسرش آرزوی بهبود کردند. آقای ترامپ که بارها به خاطر جدی نگرفتن این ویروس، مقاومتش در برابر پوشیدن ماسک و برگزاری تجمع‌های انتخاباتی که می‌تواند سبب شیوع بیشتر بیماری شود، مورد انتقاد شدید بود، حالا خود به جمع بیش از 7 میلیون آمریکایی پیوسته که به ویروس کرونا مبتلا شدند. ویروسی که جان بیش از 205 هزار نفر را در ایالات متحده گرفته و ابتلای شخص رئیس جمهور، سرنوشت انتخابات
و رقابت‌ها از جمله دو مناظره باقی مانده با رقیبش جو بایدن را در ابهام فرو برده. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، خبر مبتلا شدن دونالد ترامپ و همسرش به کرونا تردیدهای جدی درباره فعالیت‌های انتخاباتی او پدید آورده و معادلات سیاسی این کشور را پیچیده‌تر کرده. در مدت کوتاه باقی مانده به انتخابات، کارزارهای انتخاباتی او فعلا تعطیل شدند و معلوم نیست بر سر دو مناظره تلویزیونی بعدی او و جو بایدن، رقیبش از حزب دموکرات، چه می‌آید. اگر حالش وخیم شود چه؟ آیا انتخابات به تعویق می‌افتد؟ پریزاد نوبخت سعی کرده در گزارش به بعضی از این سوال ها پاسخ بده. خبر شوکه کننده بود. 32 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رئیس جمهور و همسرش به کرونا مبتلا شدند و باید خود را قرنطینه کنند. آن هم در روزهای سرنوشت ساز برای آینده آمریکا. اینکه از الان تا 3 نوامبر روز انتخابات چه اتفاقی می افتد، حالا سوالی کلیدی شده. با اینکه عملکرد ویروس روی افراد غیر قابل پیش بینی است، دونالد ترامپ که 74 ساله است و چاقی مفرط دارد، در گروه پرخطر قرار می‌گیرد. بر اساس آمار مرکز کنترل بیماری‌ها در آمریکا، مبتلایان 64 تا 74 ساله 5 برابر بیشتر از دیگران احتمال دارد بستری شوند و در مقایسه با کسانی که در دهه 20 زندگیشان هستند، 90% بیشتر احتمال دارد جانشان را از دست بدهند. آینده نزدیک هم جالب و هم ترسناک. ما همه امیدواریم بهترین حالت اتفاق بیفته. مسلماً نمی‌خوایم هیچ انسانی از ویروس آسیب ببینه، حتی یک نفر دیگه، چه برسه به یکی از رهبران جهان. بنابراین فقط باید منتظر موند و دید. با نتیجه مثبت آزمایش امروز در برهه‌ای قرار گرفتیم که هر چیزی در چند روز و چند هفته آینده ممکنه. با قرنطینه شدن رئیس جمهوری، برنامه‌های انتخاباتی او هم لغو شده. اما هنوز معلوم نیست چه بر سر مناظره انتخاباتی بعدی می آید که قرار بود 13 روز دیگر در 15 اکتبر در فلوریدا انجام شود. دونالد ترامپ بارها جو بایدن، رقیب انتخاباتیش، را برای خانه ماندن و ماسک زدن در دوران کرونا تحقیر کرده بود. من مثل اون ماسک نمی زنم. هر بار که می بینیدش ماسک زده. ممکنه 60 متر از اون فاصله داشته باشید. ولی به هر حال یه ماسک می زنه به چه بزرگی؟ پزشک او اما در بیانیه گفته وضعیت جسمی او خوب است و میتواند در قرنطینه به وظایفش ادامه دهد، اما جزئیاتی نداده. حتی نگفته که آیا آقای ترامپ علائم کووید 19 را دارد یا نه. اگر شرایط جسمی آقای ترامپ بدتر شود، چه اتفاقی میافتد؟ انتخابات به هر حال 3 نوامبر برگزار میشه. اسم رئیس جمهوری ترامپ و رقیبش جو بایدن در بالای برگه‌ها نوشته میشه. بستگی داره که وضعیت سلامت رئیس جمهوری چطور پیش بره. اگر رئیس جمهوری نتونه به وظایفش عمل کنه، اون وقت مایک پنس معاون او وارد عمل میشه. یک صف جانشینی هم وجود داره که از رئیس جمهوری به رئیس مجلس نمایندگان میرسه. بنابراین انتخابات انجام میشه. آمریکا هیچ وقت انتخابات رو به تعویق ننداخته، حتی در دوران جنگ داخلی. پس انتخابات طبق برنامه پیش میره. حالا که به هر حال انتخابات انجام میشود، اگر رئیس جمهور بیماریش جدی شود چه؟ یا اگر جانش را از دست بدهد؟ تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده، اما اگر بیفتد، بر اساس قوانین آمریکا 168 عضو کمیته سراسری حزب جمهوری خواه که پیشتر آقای ترامپ را نامزد کردند، باید دوباره رأی گیری کنند و نامزد تازه معرفی کنند. بنابراین مایک پنس معاون رئیس جمهوری خود به خود جایگزین آقای ترامپ نمی شود و تنها موقتاً وظایف ریاست جمهوری را در دست می گیرد. در واکنش به خبر بیماری آقای ترامپ، ارزش سهام در بازارهای مالی جهان افت کرد و همه جهان با نگرانی به روزهای سرنوشت ساز آینده نگاه می کنند. روزهایی که رهبر قدرت اول جهان در آن تعیین می شود، که نه تنها سرنوشت آمریکا، بلکه سرنوشت خیلی از کشورهای دیگر را هم می تواند تحت تأثیر قرار دهد. پریزاد نوبخت، بی بی سی. و همطور که در گزارش پریزاد هم اشاره شد، خبر ابتلای دونالد ترامپ به کرونا بر بازارهای جهانی هم تاثیر داشته. گزارش شده که بازارهای بورس بعد از تایید خبر ابتلای رئیس جمهوری آمریکا افت شدیدی داشتند. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی از پاریس با ما هستن. آقای خاوند، وقتی که نگاه می‌کنیم به بورس، شاخص بورس اصلی، بورس‌های اصلی در آمریکا همه افت چشمگیری داشتن، در اروپا هم همینطور هست. فکر می‌کنید که این واکنش شدید بازار سهام به این خبر به چه علت هست؟ ببینید، این واکنش طبیعی هست. در مجموع صحبت بر سر رئیس بزرگترین قدرت اقتصادی دنیاست که تاثیرات زیادی داره بر روابط بازرگانی بین‌المللی، روابط مالی بین‌المللی، و به هر حال
سرمایه گذاران محافل مالی از عدم اطمینان، از تردید، از آشفتگی، از ابهام بیم دارن، میترسن و در نتیجه در مجموع در حال حاضر فضا آروم نیست. منتها اگر ما به وضعیت در بازار سهام نگاه کنیم میبینیم که بجز واکنش های اولیه که نسبتاً تند بود، در مجموع واکنش بازارهای سهام تا این دقیقه چندان فاجعه آمیز نیست. ما شاهد یک ریزش شدید در بورس نیستیم. دلیلش هم اینه که علاوه بر نگرانی که وجود داره در محافل مالی، در مجموع ایالات متحده آمریکا صاحب نهادهای خیلی استواری است. کنگره آمریکاست، ایالت‌های آمریکا هستند، دیوان عالی آمریکاست، بانک مرکزی آمریکاست و در مجموع بازارها به خصوص با توجه به شناختی که از ایالات متحده آمریکا، از قانون اساسی آمریکا، از نهادهای آمریکا دارند، به این نتیجه می‌رسند که به هر حال صحبت بر سر یک کشور از لحاظ نهادی ضعیف نیست. ولی در همون حال همونطور که عرض کردم این فکر وجود داره که وضعیت کمی توأم با ابهام، به خصوص با توجه به شکاف شدیدی که در بین مردم آمریکا اتفاق افتاده در دوره آقای ترامپ. درست میفرمایید در امروز صبح وضعیت بازار سهام بدتر بود و در اوایل بعد از ظهر ما همینجا در بریتانیا هم دیدیم که شاخص سهام رشد کرد. فکر میکنید که در روزهای آینده این وضعیت همینطور سیر بهتر شدن رو داشته باشه یا اینکه نباید نگران این بود که با توجه به شرایط در آمریکا وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه؟ همه چیز بستگی به این داره که چه اتفاقی روی بده. اگر آقای ترامپ در قرنطینه خودش شروع کنه مثلا توییت های خودش رو ادامه بده، با توجه به اون چیزی که بازارها در مورد آقای بوریس جانسون دیدن در انگلستان، این فکر هست که میتواند در شرایط ایالات متحده آمریکا و در شرایط نامزد جمهوری خواه آمریکا برای انتخابات آینده تغییر چندانی اتفاق نیفته. بستگی به این داره که چه اتفاقی بیفته در آینده، ولی من شخصا فکر نمی کنم که حتی اتفاق ناگواری هم اگر بیفته بازارها واقعا عکس العمل خیلی شدیدی نشون بدن با توجه به مسائلی رو که مطرح کرد. متشکرم از شما. فریدون خوابن، تحلیلگر اقتصادی از پاریس. ائتلافی از نهادها و فعالان حقوق زنان در داخل و خارج از افغانستان و شبکه زنان افغان در نامه مشترک از سازمان همکاری کشورهای اسلامی خواستند برای برقراری آتش‌بس سراسری در افغانستان طالبان را تحت فشار قرار دهد. امضا کنندگان این نامه همچنین خواستار تامین حقوق زنان در توافقنامه صلح احتمالی دولت و طالبان شدند. پلوش حسن، بنیانگذار شبکه زنان افغان از کابل با ما هستن. خانم حسن، بیشتر به ما بگید از این نامه مشترک و اینکه خواسته های زنان دقیقا در این نامه چیه؟ شام بخیر، سلام عرض میکنم با شما و بینندگان عزیز. با نامه‌ای که از طرف زنان در حقیقت توسط چندین نهاد و مجموعه زنان در داخل کشور، در بیرون کشور توسط زنان نوشته شده، عنوانی سازمان همکاری کشورهای اسلامی OIC نوشته شده و از اونها تقاضا شده که زنای افغان، صدای زنای افغان شنیده شوه و به طرفین جنگ دعوت آتش بس شوه، به خاطر که هر روز در افغانستان ما داریم اولادای افغان از بین میره، زنا بیوه میشوه و این رقم به اندازه‌ای رسیده که بیشتر از میلیون ها زن بیوه است در افغانستان، بیشتر از میلیون ها طفل در اینجا یتیم گردیده است و جنگ هیچ نوع توجیه نداره، به خاطر که جنگ قسمی که شروع شده بود سال گذشته، تعهد یا موافقتنامه‌ای که ما بین امریکا و طالبان صورت گرفت دیگر توجیه دیگری وجود نداره، به خاطر که امریکا پذیرفت که از افغانستان خارج میشه، اما هنوز هم افغان کشی و اسلام کشی در داخل افغانستان جریان داره. با توجه به این که 51 سال از سازمان همکاری های کشورهای اسلامی OIC گذشته است و این تقریبا 57 کشور اسلامی عضویت زیره داره و افغانستان هم عضو از این سازمان است،
و با عزیز سازمان که قبلا هم صدا کردن سر طرفین جنگ که باید در افغانستان آتش بس صورت بگیره. چشم‌انداز حقوق زنان رو باید در قالب این مذاکرات و اینکه چطور این چقدر خوب این مذاکرات داره پیش میره نگاه کرد بهش، و به نظر نمیاد که واقعا الان این مذاکرات اصلا در مسیر درستی داره پیش میره از دو هفته پیش که آغاز شده. فکر میکنید چقدر امیدواری وجود داره برای اینکه به این مسائلی که شما میگید در این مرحله توجه بشه؟ در حالی که با بسیار محتاطانه خوشبین هستیم بر نتایج گفتمان بین الافغانی که در دوحه جریان داره، پیشرفت های بیشتر نشده است، اما ما فکر میکنیم پروسه صلح یک پروسه متداوم است، طولانی است و شاید زمانگیر باشه. با وجود از او لازم ای است که در قدم اول باید یک آتش بس دائمی در افغانستان به وجود بیاید، بخاطر که هیچ نوع توجیه بر تداوم جنگ وجود نداره و این وقت آمده میتونه که تمام دنیا به اصطلاح سر طرفین جنگ مخصوصا طالبا صدا کنه که دیگر در افغانستان چیزی که جریان داره و خود افغانا دو کشته میشه، زن و مرد افغانستان دو رنج میبره، دیگر باید یک خاتمه داشته باشه. متشکرم از شما. معذرت میخوام وقت برنامه به ما اجازه بیشتر نمیده در این مورد صحبت کنیم. ممنونم از شما پلوش حسن، بنیانگذار شبکه زنان افغان در کابل. ممنون. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همسرش به ویروس کرونا مبتلا شدند. زنان افغان برای حفظ حقوقشان در مذاکرات صلح دولت با طالبان از سازمان همکاری اسلامی کمک خواستند. در ادامه برنامه، رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه عامل نجات ایتالیا از موج دوم کرونا. اتحادیه اروپا تهدید کرده اگر ترکیه از رفتار تحریک‌آمیزش در دریای مدیترانه دست بر ندارد، این کشور را تحریم می‌کند. وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش گفته تهدید مداوم به تحریم غیر سازنده است. چند ماه پیش ترکیه برای کشف منابع نفت و گاز کشتی‌های اکتشافی به شرق دریای مدیترانه اعزام کرد، اقدامی که یونان و قبرس را خشمگین کرد و به بالا گرفتن تنش‌ها انجامید. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. زیر این سقف رنگی، روابط اتحادیه اروپا و ترکیه امروز تیره تر شد. رهبران اروپایی در دومین روز نشستشان تهدید کردند که ترکیه را تحریم می کنند. می گویند به دلیل رفتارهای تحریک‌آمیزش در شرق دریای مدیترانه. رئیس کمیسیون اروپا از گفتگوها میان ترکیه و یونان استقبال کرد، اما گفت اگر آنکارا از اقداماتش دست بر ندارد، اتحادیه اروپا پاسخ می دهد. ما از ترکیه انتظار داریم که از الان از اقدامات یک جانبش دست بکشه. اگر آنکارا اعمالش رو تکرار کنه، اتحادیه اروپا از همه ابزار و گزینه‌های موجود استفاده میکنه. ما ابزاری داریم که بلافاصله اونها رو اعمال میکنیم، اما این چیزی نیست که ما میخواییم. ترجیح میدیم که در روابط بلند مدت ترکیه و اتحادیه اروپا همکاری کنند. ابزارهای موجود تلویحاً یعنی تحریم ها. اتحادیه اروپا دو ماه به ترکیه فرصت داده تا رفتارش را اصلاح کند. ترکیه بلافاصله پاسخ داد و تهدید به تحریم را غیر سازنده خواند. آلمان که ریاست دوره‌ای اتحادیه را به عهده دارد، از اخطارهای شدید و لحن پرهیز کرد. مبادا به تنش میان ترکیه و یونان دامن بزند. به علاوه می‌داند خشم ترکیه می‌تواند به معنای پناهجوی بیشتر برای اروپا باشد که به ظهور دولت‌های راستگرا منجر شده. امیدوارم بتوانیم مذاکرات پویایی با ترکیه داشته باشیم، هم از لحاظ روابط دو جانبه با یونان و قبرس، هم روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، و برای مثال همکاری ما بر سر پناهجوها یا اتحادیه‌های گمرکی. ما مسلما این را بررسی می‌کنیم و نتایج را در ماه دسامبر اعلام می‌کنیم. منشأ تلاطم اخیر در روابط آنکارا و آتن این آب هاست در شرق دریای مدیترانه، جایی که ترکیه برای کشف منابع نفت و گاز کشتی تجسسی اعزام کرده و ناوهایی که پشتیبانیش می کند. در سالهای اخیر در آبهای قبرس منابع عظیم گاز کشف شد که اسرائیل و یونان به همراه قبرس شروع به استخراج آن کردند. بعد ترکیه شروع به جستجوی آبها برای منابع انرژی کرد،
اما یونان میگوید این آبها متعلق به ترکیه نیست، چون نزدیک جزیره کریت است که به یونان تعلق دارد. سپس ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی قراردادی بستند و در آبهای میان دو کشور منطقه اقتصادی اختصاصی ایجاد کردند. مصر و یونان هم دست به همین اقدام زدند. این مناطق اما با هم همپوشانی دارند و این یعنی رقابت و تنش در آبهای مدیترانه به امید کشف نفت و گازی که زیر بستر این دریاست. پرهام قبادی، بی بی سی. در میانه بحران کرونا، جنگ و تنش‌های سیاسی، رهبران جهان بی سر و صدا و از راه دور در کنفرانس سالانه سازمان ملل برای حفاظت از تنوع زیستی زمین شرکت کردند. امسال به نظر می‌رسد بعد از خروج آمریکا از کنفرانس اقلیمی پاریس، چین به نقطه امید پژوهشگران تبدیل شده و رئیس جمهوری این کشور وعده داده تولید گازهای کربنی را تا سال 2060 به صفر می‌رساند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. ما انسان‌ها تنها در 50 سال گذشته 70% از گونه‌های جانوری را از بین برده ایم. با این سیاره آبی تخریب شده 1 میلیون گونه دیگر هم در ورطه انقراض هستند. برای اجتناب از چنین اوضاعی کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد از 3 روز پیش آغاز شده با فراخوانی تازه. به جای اعلان جنگ به طبیعت، رابطه بشر را با طبیعت سر و سامان دهید. تخریب طبیعت یک مسئله صرفا زیست محیطی نیست. تأثیرات آن به حوزه اقتصاد، عدالت اجتماعی و حقوق بشر سرریز شده. بی‌توجهی به گنجینه منابع طبیعی جهان باعث تشدید جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای خواهد شد. اگر ما به این روند ادامه بدیم، نه فقط زیبایی‌های غنی جهان اطراف خود را از دست داده‌ایم، بلکه امنیت غذایی، منابع آب و توانایی خود را برای مقابله با بیماری و نوسانات آب و هوایی از دست می‌دهیم. حل مشکل فقط به سادگی دادن فضای بیشتر به حیات وحش نیست. مناطق حفاظت شده جهان باید بیشتر شوند تا طبیعت نفسی تازه کند. حالا نگاه‌ها همه به چین دوخته شده، بزرگترین آلاینده طبیعت و بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای که کره زمین را گرمتر می کند. دست کم خبرهای خوبی از چین می رسد. رئیس جمهوری چین اعلام کرده کشورش تا سال 2060 دیگر هیچ ترکیب کربنی وارد هوا نخواهد کرد و سخنرانیش در کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل. از تمدن زیستی خود حفاظت خواهیم کرد تا دنیای زیبا بسازیم. اگر از طبیعت محافظت شود، تمدن بشری هم موفق خواهد بود. بیایید توسعه اقتصادی را در حفاظت از تنوع زیستی خود جستجو کنیم. چین بزرگترین آلاینده محیط زیست در جهان است. بله. ولی حالا بزرگترین تولید کننده انرژی های پاک هم هست و به رغم آلودگی کشنده هوا در کلان شهرهایش، گام های مهمی در راه حفظ تنوع زیستی در سرزمین پهناور خود برداشته. کارشناسان غرب از تعهدات تازه چین استقبال کردند. آنچه در کنفرانس امسال تنوع زیستی دیده ایم امید بخش است. بعد از خروج آمریکا از توافق پاریس، این چین است که نقطه امید ماست. چین سال آینده میزبان کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل خواهد بود. سالی سرنوشت ساز برای آینده بشر و رابطه‌اش با طبیعت. برآورد شده که سالانه بین 300 تا 400 میلیارد دلار برای حفظ تنوع زیستی طبیعت نیاز است. فعلا فقط سالی 90 میلیارد دلار برای این منظور خرج می شود. موانع سیاسی هم زیاد است. آمریکا دیگر از کارزار حفظ طبیعت جدا شده و برزیل در جهت خلاف حفظ طبیعت حرکت کرده و انتقادهای جهانی را نادیده گرفته. من به شدت چشم طمع جامعه جهانی به جنگل‌های آمازون را محکوم می‌کنم و در مقابل حرف‌هایی که به منافع ملی ما لطمه می‌زند خواهم ایستاد. منافع ملی و رشد اقتصادی امروز دو بهانه اصلی بشر برای تخریب طبیعت و منابع طبیعی جهان هستند و ملموس‌ترین جلوه آن آب شدن یخ‌های قطبی است. امسال دو توده عظیم یخ که به بزرگی یک کشور هستند از بدنه یخ‌های قطب شمال و جنوب جدا شدند. حالا از نیویورک گرفته که این هنرمندان دغدغه من با ساختن انسان‌های به شکل یخ که در حال ذوب شدن هستند، تا این فعالان زیست محیطی در آلمان که مقابل جاده سازی در یک جنگل تجمع کرده اند، دفاع از محیط زیست، تا این مردم محلی بوشهر که علیه معدن سازی در کوه بیرمی حلقه انسانی تشکیل داده اند، کسی که پول داره، موج تازه‌ای برای نجات زمین به راه افتاده. در زمانی که رابطه ناسالم بشر با طبیعت یک ویروس را به جان بشریت انداخته، خیلی ها میپرسند آیا زمان برای اقدام فوری فرا نرسیده. سیاوش اردلان، بی بی سی.
با شیوع کرونا در اروپا، ایتالیا به شکلی گسترده به این ویروس آلوده شد و چند هفته در صدر خبرها بود. ایتالیا همچنین اولین کشوری بود که سیاست قرنطینه و خانه نشینی اجباری شهروندانش را در سطح ملی به اجرا گذاشت. حالا این کشور در مقایسه با کشورهای دیگر اروپا از نظر آلودگی به ویروس کرونا وضع بهتری دارد. مارک لوئن خبرنگار بی بی سی در روم به جستجوی پاسخ این سوال رفته که ایتالیا چطور توانست این ویروس را کنترل کند. یکی از نقاط اصلی شیوع کرونا در جهان همچنان هوشیار است. ماموران پلیس ایتالیا مراقبند که شهروندان مقررات زدن ماسک و عدم ازدحام را رعایت کنند. این سیاست کمک کرد تا ایتالیا میزان آلودگیش به کرونا را به یکی از پایین‌ترین ها در اروپا برساند. و حالا که دیگر کشورها موج‌های تازه را تجربه می‌کنند، وضع ایتالیا بهتر است. جیوانی چیپریانی می‌گوید: ما اگر لازم باشد جریمه می‌کنیم، اما امروز موردی نبود. همه ماسک می‌زنند. آگاهی نسبت به پیامدهای نقض مقررات در اینجا به جا افتادن نظم و مقررات کمک کرده. البته پلیس ایتالیا واقعا به ندرت مجبور شده وارد عمل شود، چون مردم خوب رعایت کردند و حالا فایده اش را میبینند. ایتالیایی ها کرونا را مثل غذایی که میخورند جدی گرفتند. بسیاری از رستوران ها از منوی دیجیتال یا یک بار مصرف استفاده کردند و حائل های پلاستیکی هم نصب کردند. مشخصات مشتریان هم برای رهگیریشان ثبت شد. این کارها کمک کرد رستوران ها را باز نگه دارند، برخلاف بقیه کشورهای اروپایی. ما چون اول کرونا رو تجربه کردیم و قرنطینه طولانی داشتیم، واقعا سختیش رو حس کردیم. خیلی ها مردن. تو خبرها می دیدیم که چه وضعیه. خیلی ها در تنهایی مردن. خیلی سخت بود. دولت ایتالیا به خاطر موفقیت در پایین نگه داشتن شیوع کرونا از حمایت مردم هم برخوردار شده. هرچند می داند که این موفقیتی شکننده است. من به ایتالیایی ها افتخار میکنم چون رعایت کردند، اما جنگ هنوز تموم نشده و باید ببینیم در این دو ماه و بعدش در زمستان چه میشود. فعلا همه چیز خیلی خوب است. مدارس ایتالیا دیرتر از دیگر نقاط اروپا درهای خود را دوباره باز کردند. آزمایش گسترده دانش آموزان و معلمان انجام میشود. جوابها ظرف نیم ساعت داده می شود. آزمایش، مقررات و رعایت آنها اجزای فرمولی هستند که ایتالیا به آنها امید بسته که موج دومی در کار نباشد و میراث اندوه دور قبلی را قابل تحمل تر کند. برای خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، bbcpersian.com. در وبسایت ما همین حالا مطلب جالبی هست در مورد اینکه چطور با بچه‌ها درباره نژاد و نژادپرستی حرف بزنیم. برسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.